سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به همه فارسی زبانهای عزیز، هموطنان گلم، عاشقتونم. حقیقتا از ته قلبم دارم میام. خدا شکر میکنم که یک بار دیگه میتونم بیام به خونه هاتون، به محل کارتون. شاید الان تو محل کارتون هستید، هدفون زدید، دارید گوش میکنید یا میشنوید یا میبینید. شاید خونه هستید، شاید تو کلیسای خونگیتون هستید، شاید تو ماشینتون هستید، یا نه تو رخت خواب خوابیدید ولی دارید گوشیتون رو نگاه میکنید. دوستتون دارم، تک تک شما رو. امروز میخوام پیامی خیلی خیلی قوی بدم به شما. همیشه پیامهای خداوند قویه. خداوند پیام غیر قوی نداره، همه قوی هم. ولی گاهی اوقات بعضی از پیام ها توی زندگی بعضی از افراد خیلی متفاوت کار میکنه. کلام خداوند پر از برکته، پر از شادیه، پر از ثروت زمین و آسمانه. اگر غم دنیا رو ما باشه، کلام خداوند شادی میاره. اگر افسردگی ها باشه، اون شادی های خودشو به ما میده. اگر مریضی باشه، اون شفای خودشو به ما میده. کلام خدا بی نظیره، چون از دهان خود خدا میاد بیرون. فوق‌العاده است. کارهای خداوند خیلی عجیبه. و اون روح پرقدرتی که در عیسی کار میکرد، یعنی روح القدس، الان در من شمای ایماندار کار میکنه. استفاده کنیم ازش. من کشیش رضا پزشکیان هستم. مثل همیشه خودم رو معرفی میکنم. میدونم که میشناسید، ولی بازم طبق روال معمول میگم. شاید خیلی از عزیزان ندونن و خیلی از عزیزانم ایماندار نباشن دارن میبینن. من کشیش رضا پزشکیان هستم از کلیسای پادشاه ابدی در امریکا. خیلی جالبه، یه بار چند وقت پیش داشتم خودم معرفی میکردم، به صورت وایس داشتم با یک عزیزی مکالمه میکردم. بعد گفتم که من شبان رضا هستم. بر من نوشت چند تا تو چوپانی، گوسفند داری، تو مزرعه کار میکنی. بعدم متوجه شدم که اصلا این عزیز خب اصلا این اصطلاحات مسیحی رو نمیدونه. گفتم نه، این یه اصطلاحه. گفت من تا حالا نشنیده بودم یه آدم بگه من شبانم و بعد ازش بپرسیم بگیم تو چوپان هستی، بگه نه. و براش توضیح دادم، بعد متوجه شد. امروز میخوام خیلی چیز، یک چیز اسپیشیال بگم. بذار اول با یه آیه شروع کنم که پیام امروز محور این آیه میچرخه. اول پتروس 5:11، آیه خیلی کوتاه و خیلی پر معنی. اول پتروس باب 5:11 داره درباره خداوند داره میگه. او یعنی خداوند، او را تا ابد الآباد جلال و توانایی باد. آمین. یعنی چی؟ او را تا عبدالعباد جلال و توانایی باد. میریم جلو میبینیم چیه. خیلی از ما شنیدیم جلال، جلال، جلال باد، جلال یاب، جلال بیاب، جلال به اون بده، جلال به من بده. خیلی توی ایماندارا این خیلی اصطلاح خیلی مرسومه. اصلا جلال چیه؟ مالکیه؟ خدایا در من جلال بیاب به چی معنیه؟ خیلی ها شنیدیم توی دعاهامون، توی پرستشامون، خداوند در من جلال بیاب. اصلا جلال چیه؟ چجوری میتونه در من شما جلال بیابه خداوند؟ جلال یعنی توانایی، حمد، ستایش، پرستش، فقط از آنی که خداوند. جلال، حمد،
توانایی، ستایش، پرستش، اکرام، احترام، همه مال اونه. وی میگن جلال، اون مال اونه، مال ما نیست. اگر کسایی که داریم کار میکنیم فقط میخواییم خودمون معلوم بشیم، داریم جلال به خودمون میدیم و این طبق کلام خداوند نیست. چون کلام خداوند توی اول پتروس باب 5 آیه 11 میگه او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. او را، نه کشیش رضا را، نه شما را، نه مرا، نه حسن را، نه حسین را، او را. جلال مال اونه. حالا جلال چجوری در ما، چطوری در ما جلال پیدا میکنه خداوند؟ یا قدرت اون چطوری در ما نمایش پیدا میکنه؟ ما اینو میدونیم که جلال، حمد، پرستش، ستایش، احترام، اکرام، به به، چه چه، همه مال خداونده، مال من شما نیست. ما به به نداریم، ما کارگران باغ خداوندیم. چون اون قدوسه، ما قدوس نیستیم، ما در اون قدوس میشیم. ما کلام خداوند میگه، میگه قدوس باشید مثل من. به چه معنیه؟ خیلی این چیزها رو میشنویم رد میشیم، اصلا متوجه نمیشیم، همه چیز بدیم هللویا هللویا. اون قدوسه، اون شایسته حمد و ستایش و پرستشه، اون محبته. من شما نیستیم. میگم چی هستیم؟ عجله نکنید، قضاوت نکنید، بذار جملات ما تموم بشه، بذار این لایف به جایی برسه که میبینید چرا میگیم اون قدوسه، اون محبته، اون بخشنده است. من شما بخشنده نیستیم. ما شما یه دونه چک خورده رو نمیتونیم ببخشیم از کسی. 5 سال پیش این زد تو گوشم، من باید پدرش رو دهرار بیارم. کوچیک بودم این معلم گوش منو کشید، الان که پیرمرد شده باید یک طوری تنه بهش بزنم، دوتا ملق ملق بزنم. ما نمیتونیم کسی رو ببخشیم، ما با قدرت بخشیدن خودمون نمیشه. خیلی جالبه، این یه اشتباهه که مسیحیانی که تازه ایماندار شدن به مسیحای دیگه میگن ببخش، هر کس رو هر کاری کرد ببخش، ببخشش، میدونین 100% اشتباهه. داری میگه ببخش ولی نمیدونه از کدوم طریق این میتونه ببخشه. چجوری میتونه یه نفر زده برادر منو کشته ما اونو ببخشم؟ فقط از طریق قدرت خداونده. من که نمیتونم. پس ما بخشنده نیستیم، ما بخشنده نیستیم، ولی با قدرت اون میتونیم ببخشیم. پس هی به رفیقاتون، به دوستتون، به همسرتون نگید آقا ببخش، هر جود ببخش. راه بخششو بهش نشون بده، راه بخششو بهش نشون بده، بگو فقط از طریق کلام خداست که میتونی ببخشی. قدرت اونو به طلب توی جسم و جان و زندگیت، با اون میتونی ببخشی، بدون اون نمیتونیم ببخشیم، مطمئن باشید. اون رحمانه، اون به ما رحم میکنه، ما انسان ها به هم دیگه رحم نخواهیم کرد. اون رحمانه، اون شفاست، در خداوند فقط شفاست. دارم اینا رو میگم که بگم چرا جلال از آن خدایه، چرا اون شایسته حمد و ستایش و پرستش و اکرام و به به چه چه گفتن هاست، دست زدن هاست. خب خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. کمی بخشیدن زیاد مهم نیست، اگه میتونی واقعا ببخش. یکم کوچیک میتونیم بگیم آره، ولی موقعی که یکم جدی تر میشه نه. مثلا 1000 تومان 2000 تومان نمیتونیم ببخشیم، یا 1 میلیارد تومان باشه نمیتونیم ببخشیم. شفا در اونه، اون تمام خوبی ها درشه، ما خوبی در ما نیست. اگرم خوبی در ما میبینی به واسطه که اون در ماست. نمیخوام جلوتر برم، میخوام آروم آروم برم بگم
و اگر من و تو در خداوند باشیم و خداوندم بهش اجازه بدیم که با فراغی بال 100% در ما باشه و کار بکنه، یک رویداد میشه، اعمال اون در ما نمایان میشه و این بحث بزرگ مسیحیته که ما موقعی که به مسیح ایمان میاریم گناهان ما در روح برداشته میشه، روح القدس میتونه بیاد در روح پاک ما ساکن بشه، به واسطه کار بزرگ عیسی ما عادل شمرده شدیم، روح خداوند میتونه بیاد ساکن بشه و این اولشه. و موقعی که با فروتنی با اطاعت اجازه میدیم تمام اعمال اون تو زندگی ما باشه، بعد با قدرت رو میتونیم ببخشیم، با قدرت رو میتونیم محبت کنیم، با قدرت رو میتونیم گذشت کنیم، با قدرت رو میتونیم صبر کنیم، میتونیم جلوی دهانمونو بگیریم، میتونیم جلوی چشممونو بگیریم، میتونیم جلوی گوشمونو بگیریم، دیگه اجازه نداریم هرچی از دهن ما اومد بیرون زبون بزرگر رو این سب رو این دهان ما فشار بدیم، هرچی اومد بیرون از دهن ما بگیم. نه، هر چقدر اجازه بدیم خداوند در ما پر بشه، منیت انسانی و نفس ما جای کمی برای جولان داره. خوب دقت کنید دارم چی میگم. هر چقدر منیت در ما وجود داره، یعنی داریم اجازه نمیدیم خداوند به فراوانی در ما پر بشه. اگر ایمان داری نوک دماغت همش رو آسمونه، مثل که پس گردنی میخوای تا سرت بیاد زمین، تا خداوند بهت پس گردنی نزده سرت نیفته خود سرتو بیار پایین. تو که همش بالا رو نگاه میکنی، سرتو میگیری بالا، هیچ کس آدم حساب نمیکنی، پشت سر همه خواهی حرف بزنی، از همه طلبکاری، همه رو میخوای قضاوت بکنی، پس خدا کجاست این تو؟ چیکار کردی؟ چیکارش کردی؟ چرا اجازه نمیدی اون کار بکنه؟ چرا نمیذاری اعمال اون در تو نمایان بشه که بعد بگن جلال خدا در این مشخصه؟ بعد بگیم که خدایا در ما جلال بیاب. اگه میگیم در ما جلال بیاب، این کلمه آسونی نیست. یعنی خداوند خودمو 100% در اختیار تو گذاشتم، هر کاری تو بگی باشه، چشم، من غلام تو هستم، غلام حلقه به گوش تو هستم، غلام حلقه به گوش. یه دفعه گفتم غلام حلقه به گوش به چه معنیه. در دوران گذشته کسی اگر غلامی داشت، اکثر غلاما محدودیت داشتن، تا یک زمانی، تا یک لیمیتی میتونستن اونا رو به غلامی بگیریم، حالا چند سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، حالا هر چی بود. یا اگر اون غلامو کسی آزاد میکرد، به هر ترتیب، اگه تایم غلامی اون تموم میشد یا اگه کسی اونو باهاشو میداد اونو آزاد میکرد، این غلام آزاد بود. ولی اگر اون غلامی که آزاد شده بود برمیگشت، میگفت آقا من آزادم ولی نمیخوام در آزادی بمونم، میخوام برم غلام همون صاحبم باشم، غلام خودخواسته، غلام خودخواسته، نه برای اینکه بده کار اربابه، خودش میخواد غلام بشه، اون موقع اینو میذاشتن کنار یه تخته، گوشش رو سوراخ میکردن، یه حلقه مینداختن تو گوشش، میگفتن این غلام حلقه به گوشه، یعنی غلام خودخواسته اربابه، نه اینکه بده کار اربابه، عاشق اربابه. ما باید غلام حلقه به گوش مسیح باشیم، اون موقع خدا میتونه در ما جلال بیابه. خوب، در حقیقت عزیزان، اگر ما خودمون رو در اختیار خداوند بذاریم، میوه روح القدس در ما نمایان میشه. این رو بدونیم که ما هیچ چیزی از خودمون نداریم، ما فقط زمینی هستیم که گلهای اون در ما میتونه رویش بکنه. ما خودمون رو در اختیار اون گذاشتیم، گلهای اون در ما رویش بکنه. جلال اکرام مال اونه تا ابدالآباد، چون تمام خوبیا مال اونه، در ما کار میکنه، ما فقط اون زمین هستیم.
پس زمین خوبی باشیم برای گلهای خداوند. بذار خداوند در ما جلال بیابه. واو. بذار بهتون یه چیزی بگم. دیدید آبی در یک نهری میره، اون نهری که این جوبی که کندن خشک خشکه، ولی موقعی که نهر از توش میره، این آب از توی این نهر میره، ولی بستر این نهر خشک رو سیراب میکنه. بذارید خداوند در ما بیاد کار بکنه و از طریق ما این برکت بره برای دیگران و خودمونم سیراب میشیم و خودمونم برکت یافته میشیم. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. میخوام شما رو ببرم به مکاشفه باب 4 آیه 11. خوب گوش کنید. مکاشفه 4:11. ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. او هللویا، جلال مال اونه، اون آفریننده تمام موجوداته. پس اگر لباسی که شیشی پوشیدی احترام داری، احترام مال تو نیست، احترام مال اون اسمیه که سر توه. نام عیسی به من تو احترام میده، به من تو برکت میده. اون مهر اون روی ماست که برکت به ما میده. موقعی که تو رفتاری درست داری میکنی، ای ایماندار، ای خادم، موقعی رفتاری داری درست میکنی، داری جلال خدا رو نشون میدی. این محبتی که از اون گرفتی داری نشون میدی به کسی دیگه. اگه محبت میکنی، اگر با احترام صحبت میکنی، اگر اونا به تو احترام میذارن، اگر تو بردی داری، اگر تو ثروتی داری، اگر تو احترامی داری، همش از اونه، از من تو نیست. چون جلال مال اونه، جلال مال من شما نیست. ما فقط یه بستر هستیم که اجازه میدیم این کلام خداوند، این نهر حیات بخش خداوند از توی زندگی ما عبور کنه بره برای دیگری. همین، برای همینی که خودمون سیراب میشیم. پس اون فقط شایسته حمد و ستایش و پرستشه، پدر شایسته پرستشه، پسر شایسته پرستشه، روح القدس شایسته پرستشه. اون پدر، پسر، روح القدس شایسته حمد و ستایش هستند. جلال مال اوناست. پدر، پسر، روح القدس، تسلیس اقدس. او هللویا، ما فقط جایی قرار میگیریم که خداوند میتونه در ما جلال خودش نشون بده. اگر کمکی میکنی، اگر زبانی کمک میکنی، اگر مالی کمک میکنی، اگر خدمت میکنی، اگر به کسی محبت میکنی، اگر دیلیورنس میکنی، اگر دعا میکنی، اگر اخراج ارواح میکنی، اگر دعا میکنی، اگر پولی کمک میکنی، مالی کمک میکنی، هر کاری که میکنی، اون در تو نمایان میشه. تو فقط یه وسیله هستی. یادتونه توی پیدایش باپای اول دوم خداوند گفت که من انسان تو رو میخوام بذارم تو باغ من کار بکنی و محافظت کنی. کار ما فقط کار کردن و محافظت کردنه. ما نمیتونیم خودمون رو جلال بدیم. اگر احترامی داریم مال اونه، اگر عزتی داریم از اسمی که اون سر ما گذاشته. پس ای خادمین، به هم دیگه فخر نفروشین. پاچه اینو نگیرین، اونی که پاچه اون نگیره نگیره، اون بگه آقا اونطوریه، پنتیکاستیه. او نه نه نه، ما بابتیست هستیم. اونی که میگه بابتیست چی، آقا پنتیکاستی چی، ما پرزبیتریست هستیم. اونی که میگه ما کالوانیست هستیم، اونی که میگه ما انگلیسیست هستیم، اونی میگه این که ایست هستیم، اینا رو بذاریم کنار. ما کارگرانیم، اومدیم کار بکنیم، نیومدیم بیلو کلنگ تو سر کله هم دیگه بزنیم. که دیدید کارگرا دعواوا میگیرن، با بیلو کلنگ میزنن تو سر هم دیگه، بعد چی میشه؟ سابکار میاد همینا رو بیرون رو میکنه. هری برین مواظب باشیم سر کله هم دیگه نزنیم. جلال مال اونه، احترام مال اونه، اون سابکاره، اون صاحب باغه، اون صاحب ملکوته. ما شما کاری نیستیم. مدت زمانی گذاشتن رضای پزشکیان در این مسند بشینه،
پشت میز خدمت بشینه، پشت صندلی بشینه، پشت یک کتری و غوری بشینه که چای بده به مردم. اون فقط موفقت اونجاست، اون کارگره. همه ما کارگران خداوند هستیم. مواظب باشیم کارگر خوب باشیم، کار درست بکنیم. هر کارگری کار درست بکنه مورد اطمینان صاحبکاره، صاحبکار بهش کارهای بزرگتر میده. اگه بهت گفته امروز بیا اینجا یه روز کمک بکنیم دیوار ما سیمان کاری بکنیم، فردا میبینه تو خوب کار کردی، میگه بیا پاکار اینجا رو بکن، بعد میگه گچ کاریش هم تو بکن، بعد میگه این آپارتمان هستن تو درست کن. در کم امین باشیم، بذاریم خداوند کارهای بزرگ به ما بده. جلال مال اونه، جلال و اکرام و حمد و ستایش و پرستش از آن اونه. آره؟ پس به خودمون غره نشیم. آقا ما کلیسا میریم 200 نفر آدم میاد موعظه ما رو که گوش میکنن. آقا من موعظه میکنم 10,000 نفر تو اینستاگرام میبینه، خوشحالی داره، ولی جلال مال تو نیست. خیلی از من تشکر میکنن، کشیش رضا تو 24 ساعت تو در دسترسی، هر موقع پیام دادیم تو دیدی، هر موقع گفتیم دعا تو کردی. خدا رو شکر، من فقط کارگرم، جلال مالونه، من هیچ کارم. باور میکنی هیچ کارم؟ اگر چیزی دارم از اون دارم، اگر خداوند صدای منو میشنوه، اگر برای کسی دعا میکنم، اگر کسی اخراج ارواح میشه، اگر کسی شفا و آزادی میاد تو زندگی و جسم و جان و خونش، برای اینکه فقط اطاعت میکنم و میدونم مال من نیست، مال اونه. اگه زمانی اطاعتشو نکردم، گفتم نه آقا من میتونم، اون موقع کلاسم تعطیله. اونم که اون موقع کلاسم تعطیله. هر موقع گفتم خودم، کلاس تعطیله. مطمئن باشید. یه مثال معروفی بود، باید کتل ورداریم بریم تعزیه. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که با مثال هم با ما صحبت میکنه. هللویا. هر جای دنیا میتونیم خدمت کنیم، هر جای دنیا میتونیم کارگری کنیم. ملکوت خدا مختص به امریکا و آلمان و ایران نیست. جایی هست شاید خدمت یکم محدودتر و سختتر باشه، ولی هر جا سختی های خودشو داره، برای اینکه شیطان داره همه جا کار میکنه، میخواد نذاره ما کار بکنیم. کسایی که فکر میکنن تو ایران نمیتونن خدمت کنن، بیان تو آمریکا میتونن خدمت کنن، 100% فکر نکنن که دارن فکر درستی میکنن. ایران یا جاهای دیگه مشکلات خودشو داره، کشورهای مرفه هم مشکلات خودشو داره. بعد اون موقع تو خادم بودی تو ایران، با اتوبوس این ور اون ور میرفتی، با تاکسی این ور اون ور میرفتی، میای اینجا یه ماشین میخری مدلش بالاست، همه جوره طور دیگه میشه. یا تو شیطان آیه یه رقم دیگه با صحبت میکنه، بابا اومدی آمریکا ولش کن، خدمت کجاست، برو حالشو ببر، ماشین داری، خونه داری، پول داری، کار داری، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، ولش کن. میدونی هر روز من این صدا رو میشنوم تو گوشم، ولش کن، چیکار داری میکنی، اینا قدر تو رو نمیدونن، تو کار میکنی بعدن بهت فش مینویسن برات. اون نیروی تاریکی تو ذهن منم صحبت میکنه، ولی من یه چیز بهش میگم، دهنتو ببند، خفه شو، من فرزند خدا هستم، من نجات یافته هستم، مفت به من داده، منم مفت به دیگران میدم. پیمانی که توی طوفان‌ها با من بست، من در آرامش فراموش نمی‌کنم. من اون پیمانی که باش بستم، غلام حلقه به گوشش باشم، این حلقه رو هیچ موقع گوشم بیرون نمیارم. من غلام اون هستم. حالا آدمای دنیا هر چی میخوام بگم بگم، من غلام اون هستم. اون به غلامی منو قبول کرد و من افتخار میکنم. دعا میکنم برای تک تک شما
کسایی که میخوان خدمت کنن، کسایی که میخوان کلامو بگن، کسایی که میخوان بشارت بدن. طوری رفتار کنید که خداوند ببینه در کم امین هستید به شما کارهای بزرگ بده. دعا میکنم که خداوند تک تک شما رو به غلامی بگیره. واو، نمیدونید چه لذتی داره، نمیدونید. واو، خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. به پایان این لایو رسیدیم در 26 دقیقه. حالا 2-3 دقیقه هم دیگه صحبت میکنیم، میرسه تا 30 دقیقه. پس کلیسای پادشاه ابدی رو در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب به همه معرفی کنید. همین الان لینکاشو بفرستید، موعظه رو بفرستید، هیستوری کنید، آدرسو بدید، یا هر کسی که داره میشنوه فقط بهش بگید که کلیسای پادشاه ابدی. فارسی بنویسید، فارسی بنویسید، کلیسای پادشاه ابدی. تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، اولین چیزی که میاد بالا کانال ماست. توش پر موعظه است، پر تعلیمه، پر آیات کلامه، پر کتاب مقدسه، پر کتاب مقدس صوتی و تصویری و هر چی دلتون بخواد هست توش. و به دوستاتون معرفی کنید. و اگر کسی میخواد در ارتباط با شفا و آزادی با من صحبت بکنه، پیام میتونه بده در ارتباط با شفا و آزادی جسم و روح. اگر مشکلات جسمی و روحانی دارید، مثلا فکر میکنید دعا براتون نوشته، یا فکر میکنید کس دیگه تو بدنتون به شما دستور میده، تو فکرتون دستور میده، فکر میکنید براتون جادو شده، فکر میکنید براتون طلسم شده، فکر میکنید هر چی، پیام بدین، کمکتون میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خواهر لیلای عزیزو میبینم، یکی از خادمین خوب خداوند که قلب خیلی خیلی خوبی داره و میدونم خداوند از این خواهر لیلای عزیزم استفاده خواهد کرد که در امریکا است. دوستتون دارم. اگر کسی میخواد براش دعا بکنن تصویری، من با عزیزان صحبت میکنم و دعا میکنم. نیم ساعت پشت دوربین نشستم، تا یک ساعت میتونید پیام بدید که باهاتون صحبت بکنم. پس میخوام با شما خداحافظی کنم. دوستتون دارم. آره دوستتون دارم دیگه. I love you. Bye bye.